الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبده ورسوله حافظ سره و مبلغ رسالاته سيدنا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علا الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين برادران و خواهران ارجمند اساتید و سروران بزرگوار سلام علیکم جمیعا و رحمت الله ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حال مردمان چون است به یاد لعل تو و چشم مست میگونت ز جام غم می لعلی که میخورم خون است دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است چگونه شاد شود اندرون غمگینم چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است ز بی خودی طلب یار می کند حافظ ز بی خودی طلب یار می کند حافظ چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است صلوات محبت بفرمایید اللهم صل علی محمد خدا رو سپاس میگویم که عمری بود توفیقی شد که بار دیگر در ایام عزاداری سرور آزادگان حضرت ابو عبدالله الحسین بنده بتوانم در خدمت دوستان و برادران و خواهران عزیز باشم. دو سال پیش برادر بزرگوارم و منتور بنده مطلبی رو عنوان کردند که در دو سال گذشته مورد بحث بنده و دوستان بود. کسی از رفقا و دوستان یادشون هست که تم صحبت‌های دو سال گذشته در ایام محرم در چه موضوعی دور می‌زد؟ احسن، بسیار عالی. دو سال پیش برادر بزرگوارم که منتور بنده هستن فرمودن که در مورد یا حسین خیلی گفته شده، ما باید در مورد با حسین بودن صحبت کنیم که چگونه باید با حسین بود. که اگر دوستان به خاطر داشته باشن، از دو دید مختلف در دو سال گذشته در این مورد صحبت شد. انشاءالله امسال هم بحث شیرین رو از فردا شب شروع می‌کنیم با همکاری برادر بزرگوارم حاج قاسمی در این ده شب، از یه دید نوین، از یه دیدی که شاید کمتر شنیده شده، حماسه امام حسین رو بررسی می‌کنیم و به این مطلب میپردازیم که اگر امام حسین علیه السلام در زمان حاضر و در جمع ما بود، آیا قیام میکرد؟ آیا سکوت میکرد؟ یا کار دیگه ای رو انجام میدادن؟ چون اون چیزی که ما امروزه نیاز داریم این استش که ببینیم هدف امام حسین از این قیام چی بود؟ آیا هدفی که امام حسین داشتن در جامعه امروز ما
به منصه ظهور رسیده؟ آیا اون هدف برآورده شده؟ آیا ما افرادی هستیم که انقلاب امام حسین رو توانستیم پیش ببریم؟ و اگر امام حسین علیه السلام امروز بودن از همه ما راضی بودن؟ یا اینکه مطلب چیز دیگری است؟ این بحثی است که انشاءالله از فردا شب شروع میکنیم. امشب رو فکر کردم مروری بکنیم برای اینکه بتونیم بحث فردا شب رو خوب پیش ببریم، بر مباحثی که سالهای گذشته خدمت دوستان ارائه شد. من شروع میکنم با اون شعر زیبایی که فرق یا حسین و با حسین رو سالهای گذشته خدمت دوستان عرض کردم، با یک صلوات بر محمد و آل محمد. با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟ با حسین و یا حسین هر دو پر معنا، ولی یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا؟ یا حسین ابراز عشق است و محبت در کلام، با حسین بودن فدای جان بود اندر قیام. یا حسین گفتن سرود عاشقان مفلس است، با حسین بودن مرام بندگان مخلص است. یا حسین گفتن نوشتار علمهای شماست، با حسین بودن علمداری او در کربلاست. بر لب آب روان ناکام عطشان بودن است، آب از جام سراسر عشق کوثر خوردن است. یا حسین ای شیعیان ابراز احساس است و بس، با حسین ایثار جان مانند عباس است و بس. یا حسین با ولایت بوی تقوا می دهد، یا حسین در با حسین بودن معنا می دهد. یا حسین فهمیدن معنای نهی از منکر است، با حسین ای عاشقان ایفای نهی از منکر است. یا حسین گفتن یعنی گریه کردن بر حسین، با حسین بودن یعنی اقتدا کردن بر حسین. صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر دوستان نظرشون باشه خلاصه مطالبی که سالهای گذشته خدمت دوستان عرض شد این بود که برای با حسین بودن 12 قدم رو با هم مرور کردیم، که من خلاصه اون 12 قدم رو برای یادآوری دوستان عرض میکنم. عرض شد قدم اول اخلاص در حرکت و تلاشه. اخلاص یعنی برای خدا حرکت کردن، یعنی هیچ منظور جانبی، هیچ خودبینی، هیچ چیزی برای خودخواهی، هیچی که در مابین نباشه، انسان اخلاص داره. امام حسین وقتی که قیام کرد هیچ چیزی رو برای خودش، حتی برای خانوادش، چون اگه چیزی رو انسان برای خودش یا خانوادش بخواد دیگه اونها رو فدایی که نمی کنه که. اگر انسان چیزی رو برای خودش بخواد که نمیره جانش رو فدا بکنه، اول کاری که میکنه خودش رو حفظ میکنه. پس هدف امام حسین فقط خدا بود. اخلاص در حرکت و تلاش، یعنی باید هم حرکت بکنیم هم تلاش بکنیم، در این تلاش و حرکت باید اخلاص باشه. یعنی هدف‌های جانبی رو کنار بذاریم، پلیتیک رو کنار بذاریم، پالیسی‌های مختلف رو کنار بذاریم برای با حسین بودن. اگر ما ادعا می‌کنیم که ما می‌خوایم از یاران امام حسین باشیم، قدم دوم برای با حسین بودن تشکر از نعمت‌هایی است که خداوند به ما داده، که خداوند می‌فرماید لئن شکرتم
اگر شما از من تشکر کنید من به شما زیادی میدم. امام حسین علیه السلام همیشه در هر حالتی، حتی در لحظه‌ای که در گودال قتلگاه افتاده بودن، خدا رو شکر میکردن، میگفتن تسلیمن لقضائک، رزن به رضائک. پس خداوند، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم ببینیم خداوند چه نعمتهایی به ما داده و از اونها شکر اونها رو به جا بیاریم. حالا شکر نعمتهای خداوند یکیش با زبانه که مقدمه شکر هستش، یکیش با اعمال انسان. انسان ببینه خداوند به انسان چه چیزهایی رو داده، با از کمک گرفتن از اونها بتوانه به دیگران کمک کنه، به این سیستم خداوند، به این تشکیلاتی که خداوند آفریده کمک کنه. قدم سوم، صداقت در گفتار و عمل. یعنی امام حسین هر چی رو که میگفت به اون عمل میکرد. اینجور نبود که شما دیدید بعضی ها یه مطلبایی میگن اعمالشون کاملا برعکسه. کسانی که میخوان پیرو امام حسین باشن از این مطلب بدورن، در همون راستایی که سخن میگن در همون راستا عمل میکنن. قدم چهارم، استقلال در عقیده و عمله. یعنی اگر ما امام حسین رو به عنوان پیشوای خودمون قبول داریم، دیگه اجازه نمیدیم کسانی بیان و دخالت در عقیده ما بکنن. بله، این داستان عاشورا 1400 سال پیش اتفاق افتاده. حالا با شما، با این پیشرفت‌هایی که در تکنولوژی، با این پیشرفت‌هایی که انسان به فضا رفته، اینها هنوز نشستید دارید راجع به 1400 سال پیش صحبت می‌کنید؟ نه، مقتدای ما آقا ابو عبدالله الحسین اگر 10000 سال پیش بود، ما همون راهی رو میخواییم بریم، بر همون عقیده هستیم و هیچ اجازه نمیدیم که هیچ چیزی در عقیده ما دخالت کنه. حالا این ممکنه زر باشه، ممکنه زور باشه، ممکنه تزویر باشه، اجازه نمیدیم. امام حسین رو آمدن بهش پیشنهاد دادن که تو هر چیزی ری که میخوای، هر چقدر که طلا میخوای، زیباترین دختران عرب رو، ما اینا رو در اختیار تو میذاریم، بیا بیعت کن. امام حسین مگر از عقیدش برگشت؟ خب اگه مام پیشوای ما امام حسینه، ما اجازه نمیدیم که هیچ چیزی در این عقیده‌ای که ما برش هستیم غلبه بکنه. قدم پنجم، اعتماد و توکل به خداونده. توکل انسان در یک راهی، در یک عقیده‌ای، در یک مسیری که حرکت میکنه، عواملی هست که میاد انسان رو میخواد، که شیطان در سررأس اونها قرار داره، میخواد انسان رو یه کاری بکنه، از اون مسیر خارج کنه. ولی انسانی که توکل به خدا داره هیچ وقت خسته نمیشه. شما ببینید امام حسین علیه السلام به پسر برادر رو، پسر رو، فرزند شش ماه رو، همه رو جلوی چشمش، اینا شوخی نیستا، اینها حرف زدنش آسانه ولی در عمل میدانید چه. شما یک فرزندتون تب میکنه، شب تا صبح نمیتوانید بخوابی، بعد در نظر اون صحنه عاشورا رو در نظر بگیرید. یک پدر، اون هم یک انسان کامل، یک انسان کامل، یک انسانی که تمام وجودش عشقه، ببینه فرزندش رو جلوی چشمش اعداء اسلام سر بریدن، شوخی نیست. ولی چون توکل به خدا داشت کوتاه نیامد. خیلی های دیگه ممکنه در اون شرایط که قرار می گرفتن می دیدن می گفتن دیگه بسه، من دیگه طاقت ندارم. توکل به خداوند. قدم ششم، قاطعیت. یک مسلمان، یک پیرو امام حسین علیه السلام باید در اعمالش قاطع باشه، همینجوری که امام حسین قاطع بودن. هیچ وقت از اون زمان، از اون روز اول گفتن من با یزید بیعت نمی کنم، با قاطعیت تمام هر چی که در سر راهشون قرار گرفت که از این مسیر منحرفشون کنه، در اون قاطعیت خودشون باقی مانده. قدم هفتم، شهامته. نمیشه پیرو امام حسین علیه السلام پیرو حضرت عباس علیه السلام بود ولی شهامت نداشت، ترسو بود.
نمیشه. انسانی که پیشوای خودش این بزرگواران رو قرار میده باید با شهامت باشه، نباید بترسه. همینجوری که امام حسین علیه السلام با شهامت کامل جلو رفتن و تسلیم هیچ گونه موج از هیچ گونه موجی نترسیدن. لشکر 72 نفر در مقابل لشکر 30,000 نفر قرار گرفت، امام حسین با شهامت کامل وارد میدان شدن. قدم هشتم صبره. صبر. صبر ممکنه برای ما پیروان صبر در گناه باشه. یعنی انسان یه گناهی آماده است برای انجام دادن، یک پولی در مقابلش قرار گرفته شده، یک شهوتی در مقابلش قرار گرفته شده، ولی صبر میکنه. میگه نخه، اگر مقتدای من، اگر مولای من، آقا ابا عبدالله الحسین، من دست نمیزنم. حالا صبر در مقابل گناه، صبر در فقر، ممکنه یک انسانی دچار فقر باشه، ولی میگه همین جوری که امام حسین با همه اون شرایط صبر کردن، فقر که چیزی نیست، من در مقابلش صبر میکنم. صبر در اطاعت، مثلا سخته که انسان یه موقع نیمه شب بلند شه نماز شب بخونه، ولی صبر میکنه، میگه اشکالی نداره، من صبر میکنم، من پیشوای من این بزرگواره، من به خاطر امام حسین این کار رو میکنم. هیچ، نه تنها سخت نیست، خیلی هم آسان میشه. گفتم یه موقع خدمت دوستان داستان اون شخصی رو که در بغداد، گفتم که این به جرم این که جوانی بود عاشق یه دختری شده بود، مزاحمت، مثلا پدر مادر اون دختر گفته بودن که این برای دختر ما مزاحمت فراهم کرده، گفتن بیاریدش تو میدان شهر شلاق بزنید. آوردن تو میدان شهر، این هم یه جوان خیلی قوی و پربنیه ای نبود، شلاق ها رو می زدن، قرار بود 60 ضربه به این شلاق بزنن. این نه تنها آخ نمی گفت، بلکه می خندید این ضربه ها رو که می خورد. بعد پرسیدن، گفتن که جوان، تو چطور توانستی تحمل بیاری این ضربه ها رو بخوری و گریه نکنی، زجه نزنی؟ گفت به خاطر اینکه اون جایی که من رو خوابانده بودن شلاق می زدن، درست روبروی پنجره معشوقم بود، اون از اون بالا داشت می دید، من چون اون می دید این ضربه ها بر من آسان می آمد. ما اگر تحمل کنیم برخ به خاطر امام حسین، بگیم امام حسین چون تو می بینی، چون به خاطر توست، این صبر بر ما آسانه. همین جوری که امام حسین علیه السلام مگر ساده بود که فرزند 6 ماهش رو جلوی چشمش با تیر بزنه؟ میگفت خدایا چون تو میبینی این مصیبت بر حسین آسانه. قدم نهم، حقی است که قرآن بر ما داره. یعنی امام حسین علیه السلام میخوانیم که حق قرآن رو به بهترین وجه به جا آورد، یعنی قرآن رو تو زندگیمون وارد کردن، یعنی اینکه به وصایای قرآن عمل کردن. یعنی اگر ما با امام حسینی، نباید قرآن غریبه باشه در منزل ما، نباید قرآن باشه برای شبهای جمعه که برای امواتمون بخونیم. یه دفعه یکی از این دوستان داشت قرآن میخوان، من پرسیدم قرآن رو برای کی میخوانی؟ گفت برای خدا. گفتم خدا خودش این رو نوشته، این رو باید برای خودمون بخوانی. ما قرآن رو نباید برای اموات بخوانیم، باید قرآن جزء روزمره هر روزه ما باید با قرآن سر و کار داشته باشیم، اگر پیرو امام حسین هستیم. عمل به احکام دین، قدم دهم. امام حسین علیه السلام روزی که وارد کربلا شدن، چون می دانستن اینجا دیگه آخرین جاییست که ایشان خواهند بود، پرسیدن این زمین ها مال کیه؟ گفتن این زمین ها مال این شخص، اون شخص، اون شخص. گفت همه رو بیاریم. همه رو آوردن، گفتن ما می خواهیم این زمین های شما رو بخریم.
چون امام حسین علیه السلام نمیخواستن که در جایی دفن بشن که زمینش مال دیگری باشه، که خدای نکرده قسمی باشه. الان دوستانی که کربلا تشریف بردن اگر از آن خدام حرم بپرسن میگن که چه محدوده ای از حرم زمینش متعلق به امام حسین علیه السلامه، چون ایشان قبل از شهادتشون اون زمین رو خریدن. عمل به احکام دین، روزی وقتی که امام حسین یارانشون رو بردن به اونها گفتن اگر کسی حقی به دیگران داره، اگر کسی مالی به دیگری بدهکاره، نمیتوانه با من بیاد، باید اول بره قرضش رو ادا کنه. عمل به احکام دین. حالا ما باید ببینیم که اگر ما مولای ما یک همچین شخصی است، ما میتوانیم مال دیگران رو بدون اجازه بهش دخالت کنیم؟ ما میتوانیم شخص از شخص، من یه مطلبی رو دیدم، شما میدانید که اگر از یه کسی یه مالی رو بگیرید، مثلا یک جایی رفتید، یه مثلا دیوان آب هست، شما دوست داشته باشید، میدانید که این دوست شما اگر این رو بردارید چیزی نمیگه، چون حیا میکنه، اونو بردارید، این عین این هستش که شما یه چیزی رو دزدیده باشید، چون میدانید اون شخص حیا میکنه، درست جلوی چشمش برداشتید، ولی چون میدانید اون روی دوستی به شما چیزی نخواهد گفت، این عمل مثل عمل دزدی است طبق احکام اسلام. حالا ما چقدر از این کارها رو همینجوری انجام میدیم بدون اینکه اصلا فکرش رو هم بکنیم. قدم 11 خستگی ناپذیری. چقدر انسان ها بودن که در طول زندگی شما میشناسید، آمدن یا حسین گفتن، حتی خیلی از این کارها رو هم کردن، بعد از یه جایی بریدن به یک راه دیگه رفتن. پیرو امام حسین علیه السلام خسته نمیشه، همینجوری که امام حسین علیه السلام خسته نشد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی شرطش اینه که بگید خدا بعد استقامت کنی. خیلی ها بودن، آمدن، خیلی کارهای نیک هم کردن، ولی از یه جایی در زندگی به بیراهه رفتن. کسی که مولاش امام حسین علیه السلام هست خسته نمیشه، به بیراهه نمیره. و آخرین قدمی که صحبت کردیم، برخورد بزرگوارانه با دیگران. حالا انشاءالله در شبهای آینده اون مطلب اساسی رو که منده خدمت دوستان باز خواهم کرد، بیشتر میبینیم که ما واقعا باید چه خصوصیاتی رو دنبال کنیم در با جزئیات بیشتر. امام حسین علیه السلام حتی با دشمن هم برخورد ملایم و بزرگوارانه داشتن. شما شنیدید امام حسین وقتی که اولی که وارد کربلا شدن، قسمت آب و دجله و فرات در سمت امام حسین علیه السلام بود. دشمن وقتی که با هر و بقیه ستاد ارتش آمدن تشنه بودن، آب در سمت امام حسین علیه السلام بود. امام حسین می دانستن که اینها آمدن چی کار با اینها بکنن، به یارانشان گفتن به اینها نه به خودشون، به اسباشون هم آب بدید. بعد یکی از این دشمنا، خب این میدونست آمده با حضرت چه کار کنه، همینجوری که این مشک آب رو گرفته بودن، این از هول و از ترسش این آب از گلوش میریخ، از لبهاش میریخ. امام حسین جلو رفتن، با دستای مبارکشون گفتن برادرم آب رو یه جور بخور که بهت لذت بده. سر مشک رو گرفتن که اون شخص، اون دشمن، ببینید برخورد بزرگوارانه حتی با دشمن، حتی با دشمن. حالا ببینید ما با دوستان داریم چی کار میکنیم. ببینید اینهایی که به عنوان سردمدار و به عنوان به اصطلاح بزرگ دارن یک جاهای رو اداره میکنن، با دوستان دارن چی کار میکنن، با دوستان چه جوری برخورد میکنن. خب این 12 قدمی بود که خدمت دوستان صحبت شد. ما یه قولی پارسال از دوستان خودمون اینجا گرفتیم، یعنی ما با امام حسین علیه السلام یه عهدی بستیم،
کسی یادش هست اون عهد چی بود؟ آفرین. سال گذشته به احسن من درس کردم، بیاید یه تحول در خودمون ایجاد کنیم. قرار شد که هر کسی که یک سال بتوانه با امام حسین عهد ببنده که یک سال دروغ نگه، یه صلوات بفرسته. همه هم فرستادن، یعنی همه این عهد رو با امام حسین علیه السلام بستن. حالا امسال باید نگاه کنیم ببینیم ما پیش امام حسین علیه السلام سرفراز هستیم، آیا عمل کردیم، یا مصداق اون شعر حافظ میشیم که من بدانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن به هزان که ببندی و نپایی. الان امام حسین دارن به من این رو میگن، یا این که میگن بارکالله عهدی رو که بستی سرفراز بیرون آمدی، امسال بیاد یه قدم دیگه بردار، امسال بیا یه کار دیگه بکن. چون دوستان برای رسیدن به کمال باید خودمون رو از اینها رها کنیم، یعنی باید خودمون رو از این وابستگی هایی که به دنیا بی خودی. چون دروغ انسان چرا میگه؟ اگه انسان نگاه کنه به دو علت، یا از ترس دروغ میگه میخواد یک ضرری رو از خودش دور کنه، یا میخواد یک منفعتی رو به خودش جلب کنه. خب پس انسان دروغگو یا ترسوه یا ریاکاره، یعنی میخواد سر یک کسی رو کلاه بذاره، دیگه غیر از این دو نیستش. شما فکر میکنید یک همچین انسانی لیاقت رفتن به بهشت و با امام حسین بودن رو داره؟ مسلما نه. اگه میشه یه نفر رهبرش اینقدر با شهامت باشه، بعد یک انسان ترسوی بیاد بگه من میخوام با امام حسین علیه السلام در یه جا باشم، اصلا امکانش نیستش. ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان. هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه ای از روی زیبای تو هست. خرق پوشان محو رخسار تو اند، باد نوشان مست دیدار تو اند. هم بود در هر دلی مأوای تو، هم بود در هر سری سودای تو. حرفی از اسرار عشقت یاد ده، حرفی از اسرار عشقت یاد ده. هم بسوزان هم مرا برباد ده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.